جلسه شیشم پر جلسه شیشم رو مطالعه بکنیم، موضوعات ریزموج ها و گرما و سرما و همچنان گرما زدگی را در جلسه شیشم با شما دوستان مرور خواهیم کرد. در ادامه جلسه پنجم که در قسمت حرارت دادن به بدن به روش های متفاوت بود، ادامه آن که ریزموج ها می شد در جلسه ششم با شما شروع می کنم و بعد گرما و سرما چه مفهوم داره و گرما زدگی چی هست با شما دوستان می خوانم. خب از آن ریزموج ها که هست نسبت به موج های کوتاه که هست گفتیم فرکانسیش بالاتر است و موارد کاربرد آنها هم کمی متفاوت تر است. ریزموج ها به عمق بافت های نفوذ می کند، یعنی سطحی نیه نظر به موج های کوتاه. اولین تفاوت این هایی که در بدن عمق نفوذ آنها بیشتر می باشد و این ریزموج ها که از باعث افزایش یا زیاد شدن درجه حرارت ناحیه‌ای که تحت تداعی قرار می گیرد و همچنان گرم شدن عمقی می شود، یعنی به عمق بافت ها هم این حرارت انتقال پیدا می کند و بافت ها گرم می کند. این روش بیشتر در موضوعات مانند درمان شکستگی ها، پیچ خوردگی ها، ضرب دیدگی ها و قسمت های آسیب دیدگی تندین ها به کار می رود. و در قسمت امواج فراست داریم که امواج فراست مانند ریزموج ها، یعنی برای گرم کردن بافت های عمقی بدن به کار میره که کاملا با امواج الکترومغناطیسی هم تفاوت داره که این امواج حرکت مکانیکی تولید میکنه که این حرکت مکانیکی سبب تولید گرما در قسمتی مسکونه میگردد که جزء در فرکانسی حرکت صدا است. پاراسایتی که چه ما بازی آشنا داریم گفتیم سایت هایی که اونا بالاتر از 20,000 هرتز و قابل شنیدن به گوش انسان نیه. این امواج فراست هم میتونه کاربرد های داشته باشن، مثل کاربرد های در قسمت فیزیوتراپی که هست. فرکانس آنها بسیار بالاتر از فرکانس صدای پیشتر اونطور گفتی به گوش شنیده میشه، معمولا نزدیک به 1 مگاهرتز که در دیاترمی فراست معمولا منبع امواج با بدن در تماس مستقیم و با عبور امواج پاراسایت از بدن ذرات در بافت ها به جلو و عقب به شکل مکانیکی حرکت می کنند و این حرکت که هست مثل یک ماساژ ریز عمل می کند و این حرکاتی که جلو و عقب در قسمت بافت هایی که تحت تداعی قرار می گیره این حرکت نو حرارت تولید میکنه و سبب قسمت مسکول یا قسمتی که در تداعی قرار میگیره باعث گرم شدن بافت های عضو قسمت میشه که گرم کردن با بافت ها گرم کردن بافت های بدن قسمت های از بدن که هست زمان که با فراست صورت میگیره و گرم میشه، اینا در درمان کشیدگی و جای زخم که معمولا در بیمارهای مفصلی رخ میدهد مفید واقع میشه و از این امواج فراست استفاده میکند.
و همچنان عزیزان به طور چشمگیری مفاصل را حرکت محدودی دارند، یعنی میتونه که بر اذن در قسمت کمک قسمت حرکت کردن از اون مفصل ها کمک کنه. فراست در ذخیره سازی حرارت در استخوان ها همچنان سودمنده، یعنی ما توسط امواج فراست که هست در یه قسمتی از حرارت میتونه در استخوان ها به زمان که ذخیره میکنیم میتونیم از این روش استفاده کنیم و مفید واقع میشه. از این سبب که استخوان انرژی فراست رو بیشتر از بافت های نرم جذب میکند. پس از این خاطر ما میگیم میتونیم که یه قسمتی از حرارت در قسمت استخوان ها ذخیره کنیم، چون استخوان ها بیشتر و آسان‌تر میتونه که نظر بافت های نرم اینا جذب کنه. از آن جایی که امواج فراست کاربردهای تشخیصی بسیار دارد، جزئیات بیشتر هست شما در بخش دیاترمی ها و التراسود که در وقت فیزیوتراپی به کار میره بیشتر با شما دوستان بحث خواهیم کرد. خب بیاییم گرما و سرما چی هست؟ گرما و سرما که همون حرارت که ما گفتیم که بیشتر به زمانی که درجه حرارت بالا باشه میگفتیم گرم، درجه حرارت یه جس پایین بیاره میگفتیم سرد. هزاران ساله که از گرما و سرما، یعنی از خیلی وقتهای اولیه و ابتدایی از گرما و سرما، یعنی کلن از حرارت به خاطر مقصدها و استفاده های پزشکی از ما میشده و استفاده میشده. طوری که یک دانشمند گالون که هست، طوری که بیشتر هم ما این سلاید خونده بودیم، کاربرد آب و روغن گرم گفتیم در برخی از بیماری ها در درمان از آن توصیه میکردن. و در دانشمند دیگه ای به نام بوکرات که یکی از نخستین پزشکان برای استفاده از مواد سرد در وقت تداوی آسیب ها تاکید میکردن و استفاده میکردن. سالهای زیادی که درباره ارزش درمانی سرما و گرما بحث میشه، حتی امروزه نیز باید در مورد استفاده از گرما و سرما در طبابت بیشتر ما مورد مطالعه قرار دیم و بیشتر در باره تحقیق کنیم که اینا خود از این تحقیقات و نتایج اینا اکثر پیشرفت‌های به دست آمده در از قسمت از فیزیک پزشکی گفتیم، مانند سایر موارد حاصل همکاری و همفکری دانشمندان علوم پایه و پزشکان. این سلاید رو با شما قبلا خونده بودیم، فقط به خاطر که در بخش گرمازدگی ما از گرمازدگی و سرما بحث میکردیم دوباره سلاید تکرار کردیم. میایم بگیم گرمازدگی چی هست. ما گرمازدگی داریم و سرمازدگی. گرمازدگی اینه که انسان درجه حرارت بدن از بالا میره و دچار گرمازدگی میشه. خود گرمازدگی که هست یک موقعیت حاد و تغییر کننده زندگیه که در از این حالت، یعنی کسی که دچار گرمازدگی میشه، سیستم تنظیم کننده درجه حرارت بدن از او به دلیل از این که یا کدام مرضی در میکانیزم‌های داخلیه یا این که قرار گرفتن مدت طولانی در معرض هوای گرمه و یا خود این که تولید بیش از حد گرما در بدن یا وجود در بدن صورت میگیره، یا این که وجود هر دو حالت، یعنی هم بدن در مدت طولانی در هوای گرم قرار بگیره و هم در داخل بدن تولید بیش از حد حرارت صورت میگیره، که میتونه یک از این دو دلیل باشه یا هر دو دلیل باشه که بدن دچاره گرمازدگی میشه و این سیستم تنظیم کننده جذب و دفع کننده حرارت در از خدمت یا حالت کامل و یا یک فیصدی از حالت تنظیمی از کار میفته. که در حالت گرمازدگی بدن نمیتونه گرمای اضافه، یعنی اون حرارت اضافهی که در بدن تولید میشه او دفع کنه و این در بدن ذخیره میشه و ذخیره ازی
حرارت در بدن سبب بده میشه که در تب در انسان ها بیاد و چرا گرمابدگی شد، یعنی به یه معنی که درجه حرارت بدن از به خاطر حرارت اضافی که در بدن ذخیره میشه بالا میرود. در نتیجه درجه حرارت بدن خیلی افزایش میابد که میتونه اندام های استیر تخریب کنه و باعث دچار مریضی و تب شدید در انسان ها شد. علائم گرمازدگی شامل چی هست؟ وقتی کسی که گرمازده میشه ما از کجا بفهمیم؟ چند تا عامل اینجا ما لیست کردیم، اونطوری که شما میبینید همگی مشخصه، یعنی پوست از اون خشک و داغ میشه. علت از اون که پوست خشک و داغ میشه به خاطر از اینه که در اینجا بدن حرارت دفع نمی کنه. بدن اگر حرارت دفع کردی اول که در حرارت بدن بالا نمی ره. باز هم اگر در معرض آفتاب یا در محیط گرمای شدید قرار گرفتی، اگر سیستم کار کنه، سیستم دفع کننده حرارت کار کنه، یک قسمت از حرارت به شکل حرارت دفع میکرد، پس پوست بدن خوش نمیشد، حالی که به این شکل نتونه حرارت دفع کنه و انسان دچار گرمازدگی شه. پس از این ما نتیجه میگیریم که پوست انسان هم خوش میشه و هم داغ میشه. و شماره دوم، نبض از سری میشه و ضعیف میشه. یعنی سرعت از ضعیفتر میشه و تپیدن از ضعیفتر میشه. و سوم، افزایش درجه حرارت بدن. درجه حرارت بدن از معمولی که 38 بوده هم گذشته و بیش از 40 درجه میشه. و سردردی در از پیدا میشه، گرفتگی و درد عضلات پیدا میشه، تب شدید میشه، چون حرارت دفع نمیشه، داخل بدن ذخیره میشه و سبب بالا رفتن درجه حرارت بدن میشه که او هم سبب تب شدید میشه. جزئی از اثر اضافه حرارت و بالا بودن درجه حرارت سرخ میشه و همچنان گوشادگی مردمک چشم در از او ظاهر میشه. اینا بود از اون علامت های گرمازدگی. خب علائم روح روانی گرمازدگی چی هستن؟ در حالت روح روانی اشخاصی که دچار گرمازدگی میشه در از این مرحله معمولا در هنگام خواب سخنان بی ربطی میگه و متوجه گپ زدن نیه. و دوم، گیچی، بیحالی و بعضی از قسمت های بدن بیحسی. اینا میتونه شامل علامت های روح روانی شخصی که دچار گرمازدگی میشه. تشخیص گرمازدگی داریم از این بعد که تشخیص گرمازدگی اولین کار که میتونه از طریق میزان فشار خونه و همچنان حرارت بدن اندازه گیری میشه. یعنی فشار خونه سعی میکنه و حرارت بدن میسنجه، بدن متوجه میشه که شخص دچار گرمازدگی شده یا نه. و در این موارد بیشتر از ترمامتر مقعدی استفاده میکنه و ترمامتر مقعدی که هست از ترمامتر دهانی بیشتر کار بداره. و همچنان بعضی اوقات در صورت لزوم از نمونه ادرار و خون هم گرفته میشه به خاطر تشخیص گرمازدگی آزمایش میشه و تحت بررسی و خراب. روش های سنتی داریم و بیشتر بیتون بگیم روش های خانگی که خیلی ابتدائیه و برای گرمازدگی که شدید نماشه معمولا استفاده میشه و نتیجه هم میده. یکی شربت آب لیمو، چون هم ویتامین سی داره و هم حالت خنک کننده داره، میتونه که باعث افت یا همون پایین آمدن درجه حرارت بدن شه که بدن سرد شد. در این وقت شربت خاکشیر و تخم ریحان که بیشتر خیلی حالت خنک کننده داره میتونه کمک کند. هندوانه، گلاب، شربت سرکه سیر، حمام سرد، آب نمک، اینا همگی میتونه که در قسمت گرمازدگی
تا اندازه کمک کنه و اینا روش سنتی یا خانگیه و گفتیم در صورتی که گرمازدگی شدید نباشد، ابتدایی و خیلی ضعیف باشه، اینا میتونه که مورد استفاده قرار گیره. و کمک های اولیه که در قسمت گرمازدگی میتونیم انجام دیم تا کسی که شخصی که دچار گرمازدگی میشه تا رساندن از در نزد طبیب یا دکتر معالج میتونیم که این کمک ها رو انجام بدیم. اولی که شخص باید بخوابانیم طوری که پاهای شخص گرمازده، کسی که در معرض گرمازدگی قرار گرفته، بدن از 30 سانتی متر از زمین بلندتر قرار گیرد. دوم، کوشش کنید که بدن مریض با استفاده از دستمال تر شده، دست و صورت مریض سرد بسازید. که بهتر اینجا در قسمت پیشانی مریض از با استفاده از بندوج ها یا تیکه کتان که آب جذب کنه در قسمت پیشانی و کف پا یا شکم میتونه که شما اونا قرار بدین، چون او تیکه میتونه که به واسطه از اینکه او آب داره و سرتر نسبت به بدن مریض یک قسمتی از حرارت میگیره و دوباره به شکل تبخیر از بدن مریض دور میکنه. ای از همگی بهتر ای کمک از داخل نکات کمک های اولی از همگی بهتر و کاربردی تره. و سوم، مریض را در منطقه و محیط سرد قرار دهید تا بدن از با محیطی که هوای سرده بیشتر تبادل حرارت کنه و تا درجه حرارت بدن از پایین بیاد و تا اینکه دکتر معالج بعد دوباره در قسمت مریض بررسی ها و تداوی داشته باشه. خب دوستان، جلسه را در اینجا پایین میرسونیم. انشاءالله که موضوعات از درس فهمیده باشیم و تا جلسه بعد خداوند نگهدار شما عزیزم.